به نام خاک پاک ایران، به نام پادشاهان ایران زمین، از داریوش و کوروش و خشایارشا تا شاهان ایران ساز پهلوی، عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای دنیا که بیننده یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ در 21 تیر ماه 2579 شاهنشاهی با من مهران کمالپور و دوست همرزم عزیزم جناب سعید قاسمی و به همراه ما جناب دکتر سروش مهرات هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ساعتی که پشت سر گذاشتید ساعت خوبی بوده باشه براتون و تا پایان یک برنامه فوق جنجالی امروز با ما همراه باشید. در آغاز برنامه ازتون خواهش میکنم که تا اونجایی که امکان داره برنامه رو اشتراک گذاری بکنید. این برنامه بسیار بسیار مهمه، به یک سری از مسائلی که تا الان زیاد باز نشده و بهش پرداخته نشده میخواییم بپردازیم. با توجه به اینکه آقای دکتر مهراد هم تشریف دارن، قطعا به مسائل یهود و دین یهود، تورات، صهیونیست و خیلی هم مواردی میخواییم بپردازیم که اگر کسانی هستن که میخوان بشنون این مسائل رو کاملا دسترسی داشته باشن. بریم سراغ دوستان. آقای دکتر مهراد درود بر شما، تصویرتون روی صفحه هستش. درود بر شما کربان کمالپور گرامی و همچنین درود بر کربان قاسمی گرامی. درود میگویم به هممیهنان، همتباران، همزبانان در هر کجای این جهان پهناور که هستند، به ویژه در کشور ایران بزرگ مقدس، کشوری که برای نخستین بار بر پایه آن چیزی که به ما رسیده، کشور مقدس ایران که برای نخستین بار خدای یکتا شناخته شد و خداوند با بشر گفتگو کرد، با اشون درخوش. من مانند این برنامه هایی که در چند بار گذشته در این چندین برنامه‌ای که داشتیم، پروانه بدید که من سوگوار بگم به هممیهنان گرامی و همتباران، همتبانانی که در ایران شهر بزرگ در پی بیماری کرونا خویشاوندان خویش و دلبندان خویش و دوستان و نزدیکان خود را از دست دادن، و آرزوی تندرستی بکنم برای کسانی که به این بیماری دچار هستند و یک ننگتبار و شرمتبار بگویم به جمهوری امیرانی اسلامی که با بی تدبیری، بی دانشی، خودخواهی و سفل مسلکی جان بسیاری از هممیهنان ما رو گرفت. درسته این به یک بیماری است که در سراسر جهان پخش شده، اما ما نباید به این روز می افتادیم. ملت ما، ملتی که دانشمندان، دانشجویان، دانشمندان بسیار دارد، بسیار بهتر از این می توانست گردانندگی و مدیریت بکنند، اما شوربختانه کشور در اشغال مشکی راهزن، ایران ستیز، ایرانی کش است و پیامدی بهتر از این هم نخواهد داشت. سپاس از شما جناب قاسمی، درود بر شما. بله، منم درود میگم به شما جناب کمالپور، به دکتر مهراد عزیز و به همه دوستان عزیزانی که برنامه رو الان به صورت لایو از برگاه رستاخیز سیمرغ میبینن و در آینده در یوتیوب، تلگرام و جاهای دیگه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، سر حال باشید. میدونم که خبرای خوبی نیست، اما اتفاقات خوبی هم در بینش داره میفته. خواهشی که از دوستان عزیز دارم، توی یوتیوب الان این برنامه توی دوتا کانال های رستاخیز سیمرغ و رستاخیز سیمرغ 1 توی یوتیوب پخش میشه. نه، توی یوتیوب فقط یه دونه پخش میشه سعید جان، توی یوتیوب فقط همون کانال رستاخیز، فقط رستاخیز پخش. بله دوستان، خواهشی که از همه عزیزان دارم، همین الان دوستانی که توی فیسبوک هستن با عزیزانی که توی یوتیوب هستن، لطفاً لینک های این برنامه رو شیر کنید. بچه‌هایی که توی یوتیوب هستید میتونید لینک رو کپی کنید، توی واتساپ، تلگرام برای دوستانتون بفرستید، دیگران رو دعوت کنید. این برنامه مهمیه. ضمن اینکه توی فیسبوک هم لطفاً برنامه رو هم توی گروه ها و صفحه ها پخش کنید، هم توی مسنجر برای دوستانتون بفرستید. هم گزینه داره این زیر، میتونید دوستانتون رو دعوت کنید که این برنامه بپیوندن. این یکی از اون برنامه‌هایی که خلاصه همونجوری که جناب کمالپور و دکتر مهراد فرمودن، از اون برنامه‌هایی است که خط قرمز مافیای رسانه‌ای و بسیاری از مدعیان دوزاری در اپوزیسیون هست. بریم جناب کمالپور در خدمت. خواهش من قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم دوستان، ما یک کمپین حمایت از ارتش رو انداختیم.
پروفایلامون و عکساشون رو عوض کردیم و لوگو ارتش شاهنشاهی رو گذاشتیم. تا پایان برنامه ببینیم چه کسانی واقعا اعتقاد دارن که ارتش یکی از مهمترین و تنها مهمترین رکنیه که میتونه در سرنگونی جمهوری اسلامی به مردم ایران کمک کنه. کسانی که اعتقاد دارن باید بین ارتش و ملت ایران صلح برقرار بشه و باید از ارتش به عنوان تنها حامی ما ایرانیان، کسانی که از تمامیت ارضی کشور در طول 41 سال دفاع کردند، در طول 8 سال جنگ بیش از 500 هزار تن شهید دادند، بیش از 1 میلیون تن جانباز و مجروح و مفقود الاثر دادند، حمایت بکنیم تا ارتش در این شرایطی که اومده وسط از مردم ایران حمایت کنه. تا پایان برنامه ببینیم چند تن از میهن پرستان عکس پروفایلاشون رو عوض میکنن و تصویر و فرتور لوگو ارتش شاهنشاهی رو قرار میدن به نشان از حمایت از ارتش ایران زمین. خب بریم سراغ مهراجا. قبل از اینکه برید، تصاویر جالبی نیست. اگر میتونی برو روی اون زوم و این دم دستگاهشون یه جوری تصاویر خیلی زومه، خیلی جلوییم، هم شما هم من هم دکتر مهراد، اینو یه بررسی بکن. فکر میکنم باید برگردونی یه مقداری تصویر بره عقب‌تر. الان بخوای شما صحبت دکتر مهراد شروع کنه، شما تنظیمات رو انجام بده. آقای دکتر مهراد بفهمید، شروع کنیم در رابطه با هر یک از مواردی که تمایل دارید از آغاز شروع کنید و من و جناب قاسمی هم هر جایی که ببینیم که لازم باشه ورود پیدا خواهیم کرد به مباحث. با توجه به اسناد و مدارک موجود میریم جلو تا 4 ساعت و 30 دقیقه زمان داریم. بفرمایید. سپاسگزارم. شما به من بفرمایید اون فرتورهایی که درباره اون تهدیدها و ناسزایی که من شدن رو برای شما دریافت کردید، درسته؟ بله، اونها آماده است برای پخش. ببینید همیهنان گرامی، پس از برنامه‌ای که برای بختیار انجام شد، یک جرثومه ایران ستیزی به نام بختیار که پیروزی شورشیان 57 رو با کاراش تضمین کرد و این برنامه ها بینندگان چند میلیونی داشت، یعنی در یوتیوب، در اینستاگرام و در فیسبوک و جاهای دیگه بینندگان، شمار بینندگانش به چند میلیون رسید. شمار زیادی از این جرثومه های جا انداز و اپوزیسیون نما اینها دچار وحشت شدن. یکی از بت‌هایی که باش میتونستن مردم رو گمراه کنن، به کجراهه ببرن و به ویژه از خاص پیشینه مردم ایران که پادشاهی خواهید به دور بکنن، همین کسانی مانند بختیار و اون شهرام داریوش و همایون و افرادی از این دست هستن که ما پروانه به شما دادیم، ببخشید این قول رو به شما دادیم که به این افراد به بخشیشون پرداختیم، به بخشای دیگه هم خواهیم پرداخت. یکی از مسائلی که باید مد نظر بگیرید اینه که در کنار این که حتی برخی از این صهیونیست‌های پارسیدان که مزدور موساد هستند و هیچ فرقی با اطلاعات سپاه، با جرثومه‌های اطلاعات سپاه و سپاه قدس و اینها ندارن، همشون دست جمعی جمعیان کلکم از فرزندان ابراهیم به شمار میرن، بخششون آل اسحاقن و بخششون آل اسماعیل هن و همشون اشتراکشون در ایران ستیزی و دشمنی با ایران و مردم ایران و یک پارچگی سرزمینی ایران و تاریخ و فرهنگ ریشه ما، اینها به وحشت افتادن، واکنش های تندی انجام دادن. حتی من پیام تهدید جانی دریافت کردم، پیام های بسیار زشتی دریافت کردم که حالا اینها رو امروز نیاز نیست به شما یعنی نشون بدیم، بخشیش رو برای شما به شما نشون خواهیم داد. مسئله‌ای که وجود داره هم میهنان گرامی، یک سری انفجارهایی در درون کشور ما انجام شد. افرادی در درون اسرائیل پیرامون این انفجارها به گفتگو نشستن. خب جمهوری اسلامی که خفه خون مرگ گرفته و سکوت کرده، بخشیشون هم این رو به عنوان یک حالا مشکلات و یک پیشامدهایی معرفی کردن که از دید من شاید با واقعیت همخوانی نداشته باشه. حالا به هر صورت
افرادی مانند ادی کوهن، یک جرثومه صهیونیست ایران ستیز که به شدت به دنبال تجزیه ایران از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، یک موسادی از مقامات بلندپایه دفتر نتانیاهو بوده، یک شخص امنیتی در اسرائیل که شوربختانه برخی از هم میهنان ناآگاه ما، من دیدم در این چند روز گذشته این فرد رو به عنوان خبرنگار اسرائیلی یا خبرنگار مستقل معرفی میکنند که من نمیدانم شگفتی خودم رو چگونه میتونم نشون بدم که یک فرد امنیتی اسرائیلی که از وام تا شام تو شبکه‌های عربی در حال دشمنی با ملت ایرانه و پیام میده به کشورهای عربی که اخواننا العرب، که ای برادران عرب ما بیایید با ما متحد بشین، بریم دشمن تاریخیمون ایران رو نابود کنیم و کشور مستقل کردی و به ویژه کشور مستقل عربی اشغال شده به دست فارس‌ها یعنی الاهواز رو ما آزاد بکنیم و آغوش جهان عرب باز گردانیم. ببینید، من چندین بار تا کنون به این مسئله صهیونیست و آبشخور فکری صهیونیست که تنخ باشه، ببینید تنخ به کل کتاب مقدس یهودیان یا عهد عتیق گفته میشه. پنج بخش آغازینش که اسفار پنجگانه یا سفرهای پنجگانه که با سفر سدندونه نوشته میشه، اینها رو اون بخش پنج بخش آغازین رو بهش میگن تورات. حالا بسیاری از هم میهنان ما گمان میکنن کتاب مقدس یهودیان تورات، نه، اینها به تنخ باور دارند و به غیر از تنخ هم بسیار باور بسیاری به تلمود دارند که گزارش یا تفسیر تنخ هستش. امروز ببینید یک مسئله که باید بهش پرداخته بشه اینه، من بارها در برنامه هایی که با دوستان گرامی داشتم، حالا جست بریخته با شماری از دوستان به این مسئله پرداختم، به ویژه من شاید پارسال حتی در برنامه کدوان خسروی به مسائل صهیونیست و یه سری مسائل دیگه پرداختم، اونجا هم همین یورش ها آغاز شد، ولی این بار مثل این که اون مواردی که مربوط به آگاهی من و آگاهی رسانی من درباره کتاب یک مقام بلندپایه اسرائیلی به نام آری بن منشه که مشاور اطلاعاتی اسحاق شامیر نخست وزیر اسرائیل بوده، خیلی این حضرات صهیونیست فارسیدان رو به درد آورده. امروز مطالب بسیار مهمی رو که شما جاهای دیگه کمتر میشنوید یا شاید اصلا نمیشنوید، تو این رادیو تلویزیون های پاکستانی لس آنجلسی این بحثا باز نمیشه، چون بسیاری از این افراد با موساد در ارتباطن یا با این صهیونیست های پارسیدان که از دید من صهیونیست دشمن درجه یک هم میهنان یهودی ایران پرست ماست، در ارتباطن با موساد و با اسرائیل و این موارد رو به شما نمیگن، نمیذارن شما بدونید که اگر چند روز پیش در شهر مشهد یکی از هم میهنان ما به جرم خوردن نوشیدن چند باره مشروب اعدام میشه، در واقع این با واسطه نمادش یعنی ببخشید در ظاهر بر پایه قوانین اسلامی اعدام شده، اما ریشه این قوانین کجاست؟ ریشه قوانین اینجاست، کتاب عهد عتیق، کتاب مقدس بخش عهد عتیقش. یعنی شما ببینید ملت ایران امروز زیر یوغ اسلامه، داره بر پایه قوانین اسلامی اعدام میشه، کشته میشه، جوانان میهن پرست ما در زندان ها در نوبت اعدام هستن از دختران و پسران، اما در واقع با واسطه دارن بر پایه قوانین تورات تکه پاره میشن ملت ایران. این رو ما نمیدونیم، برخی از ما نمیدونیم شوربختانه، باید این مسائل، این تابو شکنی ها بشه، این پرانتزا باید باز بشه، ما باید رودرواسی رو بذاریم کنار، ملت ما، موجودیت ملت ما، موجودیت کشور ما، دیکپارتگی سرزمینی ما در خطر هم میهنان من، ما باید ریز به ریز مشکلاتمون رو ریشه یابی بکنیم. اگر قرار باشه به قول گفتنی از آغوش اسلام یه عده در بیان برن بیفتن تو آغوش اسرائیل و صهیونیسم و موساد و شباک و یه مش کوفت و زهرمار ارتجایی بدتر از اسلام،
خب هیچ موقع ایران ما آزاد نخواهد شد، ایران ما نجات پیدا نخواهد کرد. ما باید رودرواسی رو بذاریم کنار، باید به شناخت برسیم، باید بدونیم با کی سر و کار داریم. ما دیگه بس 40 سال دیگه گذشت، دیگه گذشت. اونایی که دیگه در سال 57 هم زاده شدن که امروز الان 41 دو سالشونه دیگه، موهاشون سفید شده، تو ریشاشون سفید دارن. دیگه ما باید رودرواسی رو بذاریم کنار. امروز دیگه ببینید من دلم به درد اومد، گور پدر جمهوری اسلامی، جمهوری امیرانی، ایران ستیز، ایرانی کش اسلامی. اما همین من از یک گلوله‌ای که به سمت خاک مقدس کشورت شلیک میشه یا یک گروهی در کشورت خرابکاری میکنن شاد نشو. جمهوری اسلامی باید به دست ملت رشید و ملت دلیر ایران میشکن بشه. ما نیاز به هیچ جرثومه ایران ستیزی برای همکاری نداریم. قرار نیست هر کی در ظاهر یا باطن با جمهوری اسلامی مخالفه دوست ما باشه. ما هیچ موقع نمیتونیم برای ساخت کشورمون دست دوستی به یک پانکورد به یک صهیونیست وحشی ایران ستیز یا به یک پان عرب وهابی نوکر عربستان و نوکر اسرائیل بدیم. این دیدگاه اشتباهه. اتحاد یا همبستگی با پان عرب که منتظر فرصته که سر زن و مرد و پیر و جوان و کودک و شیرخواره ایرانی رو بذاره لب جوب ببره، با اون نمیشه همکاری کرد. با یک صهیونیست وحشی که بر پای باورش به تنخ و تورات و تلمود من و شما رو کثیف و نجس میدونه، ما نمیتونیم دست به اتحاد بزنیم. ما باید رو پای خودمون بیستیم. ملت ایران چیزی کم نداره، دست کم 80-85 دست کم ما 80 میلیونیم، بیش از 80 میلیون. ما میلیون ها دانشگاه رفته داریم، میلیون ها میهن پرست داریم، میلیون ها ایرانی داریم که از سر تا به پا آکنده از مهر به ایرانن. ما باید همدیگه رو پیدا کنیم، دست به دست همدیگه بدیم. شما در جایگاه ایرانیان میهن پرست باید خیشکاری شما اینه که نادان نباشید، بیشتر بدونید، بیشتر پژوهش بکنید. روزی 24 ساعت زمان دارید، روزی یک ساعتشو بذارید برای در نظم و فدیه و قربانی راه ایران شناسی بکنید، درباره ایران بخونید. روزی یک ساعت، نه بیشتر. ببینید در یک سال چقدر میشه، شما چقدر آگاه میشین، چقدر میتونید روی پای خودتون بیایید. ببخشید آقای دکتر، آقای دکتر پوزش میخوام. اگر در فامیل مکه اورشلیم منو دارین، آقای دکتر صدا منو دارین؟ بله بله. اگر احتمالاً بین برنامه قطع شد، زوم قطع شد، دوباره من کدو میفرستم براتون تو اسکایپ، دوباره بیایید بالا. برنامه قطع نمیشه اما شما دوباره برگردید با جناب قاسمی رو در جریان باشید، چون الان اخطار داد دوباره برگردید. بفرمایید. خواهش میکنم من از شما و ادمینا لطفاً کامنتایی که پین میشه رو پاک نکنید، دلیل داره بعد خودم آزاد میکنم پینا رو، آزاد میکنم خودم. لطفاً ادمینا آزاد نکنم. بفرمایید دکتر. من خواهش میکنم ببینید من چند روز پیش در یک گروهی داشتم کتاب آری بن منشه رو معرفی میکردم. یه دفعه دیدم یکی از این صهیونیستای موسادی حرفه‌ای که بسیار هم ایران ستیزه و دشمن ملت ایرانه و اعتقاد داره که بچه بوده، نمیدونم یه مسلمانی در ایران از حج اومده بوده با پدرش رفتن ملاقات، یه آقایی به نام فرهاد که تا پاش به خاک اسرائیل رسیده، این جرثومه نام از شرمنده از نام ایرانی شده، نامش رو گذاشته موشه، نمیدونم موش و گربه یا همچین چیزایی. ایشون شروع کردن به تهدید، شروع کردن به ناسزاهای بسیار ناجور دادن. من از کمالپور گرامی برای که ما یه مقدار با تیپ فکری اینها آشنا بشیم، چون اینها خیلی ژست ادب و ایران دوستی میگیرن، این پرپورا رو لطفاً بذارید و بی رو درواسی. حالا من روی اون ناسزا اون واژهای بد رو پوشوندم، اینا رو نشون بدید من امروز با اینها کار دارم. بله الان دوستان دارم میبینن این آقا کاملا ایران ستیز دوستان به اسم موشه عمرانی، یک انسان بی سواد، یک انسان مفعول معلوم الحال که دنبال پدرش میگرده،
اصلا پدرشو نمیدونه. هر کسی هم ناراحت میشه این برنامه مثبت 18، منم قبلا تو تبلیغات زدم مثبت 18، هر کی ناراحت میشه همین الان از برنامه خارج شه. اون زمانی که این اراذل و باشی که ساخت و پرداخت دست صهیونیست و موساد هستن که بر علیه ایران و تمامیت ارضی ما دارن فعالیت میکنن، به ما فحاشی ناموسی میکنن و الان دارید میبینید اینجا در تصویر هیچ کس دفاع نمیکنه، پس لطفاً کسانی که دنبال ادب و کتاب ادبیات و ادبیات فارسی هستن میتونن همین الان از برنامه خارج شن. ما برای دو نفر برنامه اجرا کنیم کافیه. ببخشید کدوان کمالپور گرامی، اجازه بدید من فقط اینو بگم، گناه من چه بود؟ گناه من فقط این بود که داشتم راجب در یک جایی راجب کتاب آری بن منشه درباره روی کار آوردن خمینی به وسیله موساد و دولت اسرائیل و به خاک سیاه نشوندن ملت ایران صحبت می‌کردم. تهدید جانی شدم، بدترین ناسزاهای در روی کره زمین رو پیدا کرده به من حواله کرده و تهدید جانی هم کردن. من حالا یه سری کتاب هم هست برای شما میتونم بفرستم تو برنامه فردا نشون بدید. به من گفتن که ما مطمئن باش جای زندگیت رو پیدا میکنیم. پوزش میخوام اینو میگم، بودرواسی رو میذارم کنار، اول به تجاوز میکنیم بعد سرتو میبریم. دقیقا همون کاری که وزارت اطلاعات کرده بارها یا اطلاعات سپاه. خب سپاه پاسداران هم که موساد در تهران سال اوایل انقلاب بنیانگذاری کرد، از موساد و از ارتش اسرائیل رفتن تو تهران سپاه رو آموزش دادن. الان امروز اینا امروز جست ایران دوستی گرفتن. خب امروز پدر پدر سوخته اینا رو من در میارم، آبرو برای اینها نخواهیم گذاشت. اینها سر من از همین فهم به اون آقای منوچهر ساچمچی با نام جلی منشه امیر هشدار میدم، این کفتارهای پاچگیرتو جمع کن آقای منوچهر ساچمچی، بس دیگه هرچی با ملت ایران به ستیز برخواستید. تمام زوایای پیدا و پنهانتون رو میکنم، تمام ریشه اندیشه پلید ایران ستیزانه و انسان ستیزانتون رو میکنم آقای منوچهر ساچمچی با نام جلی منشه امیر. توی که اینقدر پست و پلید و ایران ستیزی که تا پات رسیده به اسرائیل نام ایرانی تو دگرگون کردی، شرمنده ای از نام ایرانی، مثل آقای شهرام مفضلکار که تا پاش رسید به اسرائیل شد شاول مفاز، یا اون آقای ناصر نمیدونم چی شد امنون نتسر بنیانگذار رادیو صدای اسرائیل. چرا شما جرسوم های صهیونیست پارسی داد که دشمن ایرانیان یهودی هستید تا پاتون میرسه به اسرائیل نامهای ایرانیتون رو دگرگون میکنین؟ علتش چیه؟ شرمنده این از ایرانی بودن؟ یا از بس این اشکنازی های اسرائیل شما رو مضحکه میکنن و توف بتون میکنن و متلک بهتون میزنن از ترس اشکنازی های اسرائیل نام ایرانیتون رو دگرگون میکنید؟ میدونید چرا عمیانان من؟ چون به یهودیان ایرانی و یه سری یهودیان خاورمیانه اشکنازی ها میگن سفاردی. اینا سفاردی ها رو درجه دو و پایین تر از اشکنازی ها میدونن. یعنی این آقای منشه امیر که در حال لیسیدن کفش و زیر کفش بلند پایگان موساد و شباکه از دید اشکنازی ها یهودی درجه دو حساب میشه و برای خوشخدمتی نام منوچهرش میکنه منشه. یا این مردک فرهاد که یک تروریسته به تمام معناست میشه موشه امرانی، آقای شهرام مفضلکار میشه شاول مفاز. صد رحمت به خدمت رو عرض کنم که این موشه امرانی دوستان قبلا تهدید کرده بود، توی پیوی برای من فرستاده بود که وقتی که شب خوابیدی بچه های موساد اومدن سرتو بریدن، پیاماش همه از پخش میکنیم در کامنت. سرشو که من دادم، سرشو که خیلی وقت بریدن. خب بده اونو که خب مامانش خورده به این نرسیده چیزی. بعد خدمت عرض کنم که چی میگفتم؟ آها، بچه های موساد همچی میگه. بچه های موساد مثل که همه ترتیب اینو دادن بهش، میگن چجوری بچه جون، چطوری بچه جون، بعد میان سرتو میبرن تو خواب میذارن رو سینت برن حال کردی. بچهای موساد و سیا اینا همشو غلط کردن، بو هم خوردن که بتونن همچه غلطی بکنن. آیه موشه امرانی کسافت، تویی که ایران ستیزی بدون رودرواسی تک به تک اینا رو بخونید
هم میهنان به مادر کسی توی که ایران دیدی. قبل از اینکه به کامنت برسی بذار من یه توضیح لطفا بدم اول این مسائل که دوستان فکر نکنن ما بحث شخصی با کسی داریم یا دنبال یقه گیری با این یک و جنوره هستیم. نه، ما هدفمون ایرانه، آزادی ایرانه و از اینجا یک بار دیگه باید این داستان شروع بشه، باید گفته بشه برای ما مردم که چشم نداشته باشیم دوباره به این که اسرائیل این دفعه نجاتمون بده یا آمریکا میخواد نجاتمون بده یا روسیه یا انگلستان یا چین، این بلکه مردم ایران هم که خودشون باید خودشون نجات بدن. دوستان، تمام تلاش ما در برنامه‌های رستاخیز سیمرغ از مدت‌ها قبل، سال‌ها قبل همین بوده که حقایق رو که نخواستن ملت ایران بفهمند ما بیایم این حقایق رو باز کنیم. یکی از اون حقایق که برای اولین بار در رستاخیز سیمرغ مطرح شد این بود: فریب بزرگی که سال 57 مردم ایران رو جمهوری انگلنشان آخوندی به همراه اربابش مافیا دادند این بود که از روز اول خمینی اومد چی گفت؟ گفت اسرائیل دشمن است، آمریکا دشمن است، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا. و روی این دروغ بزرگ و روی این فریب بزرگ 41 ساله پوست این ملت ایران رو همین فریب بزرگ کنده. چرا؟ دلیلش حالا به شما میگم. شما برگردید، بارها در برنامه گفتیم خدماتی که همین اسرائیل، وقتی من میگم، من دیگه دوستان خودتون میتونید تفکیک کنید با کدوم بخش اسرائیل سیاست کدومه و امثال اینه که حالا جناب دکتر مهراد توضیح میده، اما حرف من اینجاست. شخص بله دوستان، الان دوستان برمیگردن. متاسفانه ما از طریق زوم مجبور شدیم امروز برنامه رو پخش بکنیم و این تأخیری هم که امروز داشتیم به همین علت بود و متاسفانه دقایقی رو باید صبر کنید تا دوستان برگردن. بله، آقای قاسمی و آقای مهراد هر دوتاشون تشریف آوردن فکر کنم. جناب مهراد شما دوربینتون رو لطفا باز کنید. بله، منتظر باشیم تا جناب قاسمی هم بله اومد. سعید جان هستی؟ دوربینتو باز کن. بسیار خب، من برگشتم. بله بله، ادامه بدید. بله، فریب بزرگی که دوستان سال 57 به ما ملت ایران تحمیل کردن این بود که خمینی از روز اول اومد گفت بگید مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، و این دشمن فرضی رو بین مردم ایران، یکی اینکه جا انداختن و دوم اینو کردنش تابو که شما اگر بخوای راجع به مسائل اینها صحبت کنی یا کمک‌ها یا خدماتی که اینها به جمهوری اسلامی کردن و استفاده ابزاری که با فرستادن جمهوری اسلامی، با حمایت جمهوری اسلامی، با به قول معروف کمک جمهوری اسلامی منافع مردم ایران رو هزینه کردن برای سیاست‌های خودشون و ارباب‌های کله‌گنده‌هاشون، اینا رو کسی اگر بیاد در موردش حرف بزنه بلافاصله یک انگ اسرائیل ستیز یا یهود ستیز بچسبونن تو پیشونی طرف و خفش کنن. شخصی به اسم منوچهر ساچمچی که ما بارها و بارها در موردش صحبت کردیم، 13 سال قبل از انقلاب 57 طبق ادعای باز خودش در تلویزیون شهرام شارلاتان مأموریتی پیدا میکنه که بیاد رابط بشه بین اسرائیل و بخشی از به قول معروف افراد در درون نظام شاهنشاهی ایران، و مسئولیتش هم از همه روز اول اینه که بیاد و اون رادیوی مزخرفی به اسم رادیو اسرائیل که 3 تا رسانه بودن که سال 57 ملت رو به خاک سیاه، ملت ایران رو، ما داریم در مورد ملت ایران صحبت میکنیم، ملت اسرائیل، اسرائیل محترم برای خودش، ملت انگلستان محترم برای خودش، روس هم محترم برای خودش، ما داریم در مورد ملت ایران صحبت میکنیم. اونایی که ایرانیان این حرفا رو گوش کنن، اونایی که پدرشون اسرائیل، ننشون ایرانه، یه بحث دیگه دارن، اونا برن دنبال چیز دیگه بگن. حالا منوچهر ساچمچی از همون ابتدا میاد زیر نظر موساد
با توسط اون رادیویی به اسم رادیو اسرائیل در کنار رادیو برلین و در کنار رادیو بی بی سی، این هر سه شروع میکنن به سمپاشی و زهرپاشی در حد توانشون. از اون طرف هم که حالا قبلا در موردش صحبت کردیم که اون پروژه ماهان فکر میکنم یا ماهان بود اگه درست اگه خاطرم باشه یا هما، که خمینی رو در ماه موساد پیشنهاد میکنه و زمین سازیش هم انجام میده و روش پیاده کردن این سناریوها در افکار عمومی هم خود این آقای موساد یا سازمان امنیت موساد به قول معروف مدیریت میکنه، هدایت میکنه تا نتیجهش هم خوب دیدی. اما از آغاز انقلاب 57 تا همین امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هر عملی که جمهوری اسلامی یعنی کوچکترین عملی که جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در خارج ایران در منطقه انجام داده، از جیب ملت ایران 98% استفاده مستقیمش رفته تو جیب اسرائیل. این مثال هم دوباره براتون بزنم تا برسم به جانوران و جناب دکتر شروع کنم. سال 1357، قبل از 1357، اسرائیل یک کشوریه که 38 ساله به تشکیل شده. دور تا دور اسرائیل رو کشورهای عربی گرفتن که این کشورهای عربی در ظاهر اون موقع یا در باطن دشمن اسرائیل بودن و جمهوری اسلامی میاد با هزینه مردم ایران، پول مردم ایران، نفت مردم ایران، بدنام کردن مردم ایران و و و ادامه داستان ها ظرف 40 سال کاری میکنه که تمام اون کشورهایی که دوروبر اسرائیل بودن و با اسرائیل دشمن بودن امروز تمامشون با اسرائیل دوستن و همشون با مردم ایران دشمنن. با جمهوری اسلامی دشمن نیستن، با مردم ایران دشمنن. میدونید چرا با جمهوری اسلامی دشمن نیستن؟ فرض کنید مثلا کشور عربستان یا کشورهای امارات و همسال اینها، اینها اگر با جمهوری اسلامی دشمن بودند رابطه دیپلماسی با هم نداشتند، یا اگر هم داشتند بسیار بسیار محدود و توی یه سری چارچوب‌های خاص. اما شما میبینید سران جمهوری اسلامی خیلی راحت توی منطقه با کشورها دوستن، بگو بخند دارن، اما مردم ایران هستن که باید تحقیر بشن، توهین بهشون بشه و چشم ناپاک به خاک ایران داشته باشن، حالا همون جریان ها. اما در بین اپوزیسیون خارج از کشور، اینم ما باز برای اولین بار گفتیم، پایه های این اپوزیسیون رو به گونه ای روی اندیشه افرادی ساختن که این افراد نقش مستقیم در نوکری و مزدوری قبل از سال 57 داشتن برای همین مافیا و از جمله اسرائیل و کشورهای دیگه. مثل کی؟ مثل شاپور بختیار، مثل کی؟ مثل قدرت الله همایون و امثال اینها. و پایه های این اپوزیسیون به گونه ای که خود مافیا میخواد گذاشته شد و تا به امروز هم مدیریت شده. برای همینه که ما نمیتونیم یک اپوزیسیون قوی داشته باشیم. شاخه دو تا شاخه اپوزیسیون داره، یه شاخه اقتصادی داره، یه شاخه سیاسی داره، که بخش اقتصادی اپوزیسیون که از رادیو تلویزیون های مثل تلویزیون ایران آریایی و بقیه جا کوچه‌نوراشو بگیرید تا بیاید به میبودی و امثال اینها، دوستان بخش اقتصادی این رسانه ها توسط منوچهر ساچمکی مدیریت و انجام می شود. تمام کارشناسان، برنامه سازایی که توی این تلویزیون های دوزاری هستن، تمام اینا توی یک چارچوبی که اون چارچوب چارچوب مافیاییه که منوچهر ساچمکی باید تایید کنه که پولش داده بشه، باید توی اون چارچوب باشن. و وقتی توی اون چارچوب باشن، شما میبینید یک برنامه ساز به درد بخوره وطن پرست در هیچ کدوم از این رسانه ها بهش میکروفون نمیدن و اصلا اجازه حرف زدن بهش نمیدن. اصلا یارو خسرو بابا لندراز بود، خسرو کیه؟ بغبغی کیه؟ خسرو بغبغی زمانی که زیر بیانیه تجزیه ایران توسط ایران خاران که پشت اون هم مافیای اسرائیلی بود رو امضا کرد در تلویزیون علیرضا نوریزاده و در تلویزیون شهرام شارلاتان بهش میکروفون داد. چرا؟ چون امضا کرد، چون قبول کرد که من چارچوب شما رو حفظ میکنم. حالا این جکوجنورایی هم که مثل موش و پوش و خرگوش و نمیدونم گوشواره ها و همسان جکوجنورای منشه امیر که شما میبینید توی فضای مجازی واق واق میکنن، برای اینه که رستاخیز سیمرغ تبر گرفته دستش و ریشه رو داره میزنه
و وقتی این ریشه رو میزنه، این شاخ و برگ، این زنگوله ها، این ملیجکان در حرم سرای منوچهر استاش میشی، هم خب قاعدتا باید به لرزه در بیان و بیا شروع کنم به اراجیف گفتن. اما من همینجا دکتر سروش مهران، هر فوشی، هر ناسزایی که به شما اینا گفتن، ما سالهاست داریم این ناسزا رو میشنویم. تمام اینها برمیگرده به خود اینهایی که پدر و مادر ندارن. وقتی طرف میاد میگه من پدرم اسرائیل، مادرم ایرانه، خب شما فکر کنید وسط میشه یه جوجه کلاغ که هر کی سیبیل داشت دنبال هر کی سیبیل داره میگرده فکر میکنه این باباش. این خواستم این توضیح رو بدم که دوستان بدونن جریان چیه و داریم چی کار انجام بید. بفهم. خواهش میکنم، زنده باشین. ببینید خیلی خیلی شگفت انگیزه برای من، برخی از همیهنان ما به هلهله کردن و شادی افتادن که انفجاراتی در تهران رخ داده. همیهن من از اینکه یک وجب از خاک کشورت آسیب ببینه شاد نشو. این هماهنگ و برابر با شرافت و غیرت ایرانی نیست. جمهوری اسلامی، ایرانی اسلامی رو ما به دست خودمون باید ریشه‌کن بکنیم. مگه مغولا رو ما بیرون نکردیم؟ مگه عربستانی ها رو ما نریختیم به شبه جزیره عربستان؟ ما اگر بخوایم با کمک بیگانگانی که به ویژه ایران ستیز بخوایم حرکتی بکنیم، این حرکت محکوم به شکسته. منشه امیر یا همون منوچهر ساچمچی با کمال وقاحت اومده تو شبکه شهرام شارلاتان اعلام میکنه گروهی این کار رو کردن که مورد حمایت اسرائیل و آمریکان، از آتش سوزی ها گرفته تا انفجارات. خب بله، ما میدونیم. من امروز برای چی میخوام ریشش رو نشونتون بدم؟ ریشش که تو این کتاب نشونتون خواهم داد. نگذارید من بیام برگ به برگ تنخ و تورات و تلمود رو باز بکنم و دست پلید شما رو بر علیه ملت ایران رو بکنم. آخه با ما دیگه چرا؟ اگر کوروش بزرگ و دلیر زنان و دلیر مردان ایرانی در زمان هخامنشیان نبودن، که امروز یک یهودی باقی نمانده بود. 70,000 یهودی برده بودن تو بابل، همه نابود میشدن میرفتن. ملت ایران شما رو به رهبری کوروش بزرگ، پدر ایرانیان، آزاد کرد، پول بهتون داد، بادیگارد بهتون داد و فرستادتون به اورشلیم و پرستشگاهتون رو پول داد که بسازید. داریوش بزرگ هم به همین گونه. شما چقدر نمک نشناسید؟ در زمان ساسانیان ما شما را از یوغ رومیان آزاد کردیم چندین بار. رومیانی که هر غلطی میخواستن با شما و زنانتون و بچه‌هاتون میکردن. در جنگ جهانی همیشه ببینید در این 2000 خورده ای سال ما هیچ کاری علیه یهودیان نکردیم. چه یهودیانی که در درون کشور ما بودن و همیهن ما بودن و برادر و خواهر ما بودن، چه اونهایی که در اسرائیل زندگی میکردن. آخه با ما دیگه چرا؟ در جنگ جهانی دوم صدها خانواده یهودی به وسیله دیپلمات‌های ایرانی از کشتار به دست راسیست‌های نازی نجات پیدا کردن. هزاران یهودی به ایران پناهنده شدن، پناه آوردن. چند نمونه بیماری هم آوردن، کلی ایرانی هم کشته شدن، ولی ما کمک کردیم. در زمان یورش عرب‌های عربستان به ایران، که به گفته خود منوچهر ساچمچی با نام جلی منشه امی و امنون نصر بنیانگذار رادیو صدای اسرائیل، 20% ایران رو یهودیان تشکیل میدادن، شما پیوستیم به سپاه اسلام و دروازه شهرها رو باز کردید و با نی و دف به پیشواز اشغالگران رفتید و یک ملت رو به خاک سیاه نشوندید. صدها هزار ایرانی به بردگی کشیده شدن، برده شدن به عربستان، فقط تنها بر پایه نوشته های نویسندگان تاریخ نگاران عرب 300,000 زن و دختر به عربستان برده شدن از ایران.
در هر جای ایران شما عرب ها رفتن در زمان ساسانیان، دروازه ها رو به روشون باز کردید، باشون همکاری کردید. چرا؟ چون عرب ها هم مانند شما به آدم و حوا و نوح و نمیدانم ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یوشع و لوط و سلیمان و داوود و دیگران، یونس و یوسف و دیگران باور داشتن. 90% اندیشه های اسلامی برگرفته از آیین یهود. خب شما 10 بار به ما بدی کردید، ما هیچگاه به شما بدی نکردید. یک افسانه ای هم درست کردید به نام پورین، هر سال دارید جشن ایرانی کوچی میگیرید. بس دیگه، تمامش کنید. دست کم با ایرانی و ایران زمین این کارو نکنید. سال 57 هم که یه ملت رو به خاک سیاه نشوندید، خمینی با کمک موساد و سیاهی به قدرت رسید. چرا؟ چون پادشاه ما نمیخواست که ایرانی کشته بشه، روانشاد شانشاه آریامهر، و مشکلش رو با مشکل ایران رو با عراق حل کرد. آی دکتر ببخشید، آی دکتر اجازه بدید، پوزش میخوام ازتون. یک نفر با اکانت عبری اومده نوشته که ما دروغ میگیم در رابطه با اسرائیل و صهیونیست و یهود و تورات و فلان. هر ادعایی دارید شما که انقدر شهامت ندارید عکس خودتونو بذارید و توقع ندارید که همه عبری بلد باشن تا بدونن اسمتون چیه. حداقل تشریف بیارید روی خط، مستقیما صحبت کنید. خط ما برای عموم بازه، میتونید تشریف بیارید روی خط. هر قسمت از صحبت‌های ما دروغه، بگید دروغه. هر جای انتقاد دارید، هر حرفی دارید، جلو دوربین بزنید. پشت پرده نرید بشینید مثل همین اراذل و باشه نمیدونم قالتاق، چرت و پرت و چرندیات بگید. ما اومدیم جلو دوربین با سند و مدرک داریم حرف میزنیم. شما هم تشریف بیارید روی خط، با سند و مدرک صحبت کنید، بگید ما اشتباه میگیم. ببخشید آقای دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم، ایشون از چی میخواد دفاع کنه؟ از اینکه تو تلمود نوشته اگه یک یهودی با یک غیر یهودی هم خوراک بشه، مانند اینه که با یک سگ در یک کاسه هم خوراک شده. از چی میخواد دفاع بکنه؟ از اینکه غیر یهودی نطفه، غیر یهودی نطفه اسب و خره؟ از اینکه خونه یک غیر یهودی به منزله طویله است؟ از اینکه دزدی از غیر یهودی جایز، از یهودی جایز نیست؟ قرض دادن به یهودی جایزه ولی به غیر یهودی باید با سود قرض داده بشه؟ از چی میخواد دفاع بکنه؟ از این میخواد دفاع بکنه که در یهود در تورات اعلام کردن زنانی که باکره نیستن رو در حمله بکشن و به دخترانی که باکره نیستن رحم کنن و اونها رو ببرن برای بردگی جنسی. به این میخواد بنازه. از چی میخواد دفاع کنه؟ محمد شاگرد مکتب موسی بود و قرآن فرزند توراته، فرزند تنخه، فرزند تلموده. چرا باید یه هممیهن ما به خاطر نوشیدن می و عرق اعدام بشه؟ من امروز نشون میدم که این قانون تو این کتاب، ای تو این لجنامه تورات آمده. بحث دیگه، چقدر ما باید قربانی بدیم؟ من امروز با اسناد مدارک ثابت میکنم، از سنگسار گرفته تا قطع دست، تا قطع پا، تا آتش زدن در از بلندی انداختن که در اسلام آمده به عنوان مجازات، همه از قرآن گرفته شده. 15 ملت باستانی توسط همین حضرات برای همیشه نابود شدن طبق گفته گواهی تورات. تو تورات آمده که به دستور یهوه هر چیزی که تنفس میکنه باید بمیره. من از شما خواهش میکنم این کامنت های این جرثومه صهیونیست وحشی ایران ستیز موشه عمرانی رو نشون بدید تا همیهنان ما بدونن که ما در پی انجام میکنیم به رو هستیم. تهدید جانی میشیم، تهدید تجاوز میشیم، تعدید به پیدا کردن محل زندگی و کشتن و ترور میشین. اینا یه مش تروریستن. هم اینا رفتن تو تهران سپاه پاسداران رو پایه‌گذاری کردن و آموزش آغازی میشه دادن.
آی دکتر همه رو نشون دادم، بعد این احتمالاً میخواد دفاع کنه بگه که مثلا ختنه کردن در دین اسلام حتما از تورات و از یهودیت سرمخت نگرفته. اینو میخواد بگه که تو تورات میگه سرشو بردارید اون جاشو ببرید، میخواد اینا رو بگه. آره آقا بیاد بالا صحبت کنید، هر کی دفاع میخواد بکنه، تا خود منشاء امیر که ایمان راسخ به تورات دارد، تشریف بیارید تو برنامه صحبت کنید جوابتون رو بگیرید. بفهمید. ببینید این آقای آری منشه تبارش که از بلند پایگان امنیتی اسرائیل بوده، مشاور اطلاعاتی اسحاق شامیر نخست وزیر اسرائیل بوده، این آقا تو کتاب پول خون یا پیام‌آوران جنگ که روانشاد پروفسور محمود انصاری رو برگردان کرد به زبان فارسی و نامش رو گذاشت پول خون، که به درستی هم این نام رو براش برگزید با هماهنگی با آری بن منشه. آری بن منشه از یهودیان عراق بودن. بعد از جریان کشتار یهودیان عراق به نام یوم فرهود، اگر نادرست نگم، یا روز فرهود، خانوادش فرار میکنن میان تو ایران. یهودی عراقی بودن، نمیرن اسرائیل، پناه میارن به ایران و آری بن منشه زاده تهرانه، بعدن میره به اسرائیل. این آقا در کتابش می‌نویسه دیگه خمینی رو موساد میاره سر کار، اصلا نمایندش که خانم بن داوید باشه رو میفرستن نوفلوشاتو با خمینی دیدار میکنه. بعد این خانم سال 80 پس از پیروزی شورشیان 57 وارد تهران میشه، دوباره میره دیدار خمینی با پاس فرانسوی. وقتی هم از نوفلوشاتو برمیگرده میاد به اسحاق شامیر رو نمیدونم مناخیم بگین و اینا گزارش میده و میره تو کنست مجلس اسرائیل گزارش میده، میگه خمینی بهترین فردیه که میتونه به ما کمک بکنه و اهداف ما رو به پیش ببره. بعدی آقایون با کمال خانما با کمال بیشرمی اعلام کردن نمیدونم خسارت یهودیان ایران 31 میلیارد دلار، چشم دوختن به پولای بلوکه شده ملت بدبخت و ستم دیده ایران در این 41 ساله. صفحه وزارت امور خارجه اسرائیل به فارسی در کنارش یه مشت صهیونیست ایران ستیز پارسیدان و اون رادیوی نمیدونم رادیو ران یا رادیو گوشواره که اون مردک رانی امرانی گوشواره به گوش از شاگردان منشه امیر با یا همون منوکر ساتنکی ادارش میکنه، یا رادیو پیام اسرائیل میان به همین قضیه 31 میلیارد دلار میپردازه. آقای دکتر یه مسئله رو داشتید توضیح میدادید، رفتید یه دفعه یه مسئله دیگه در رابطه با اینکه صهیونیست دشمن اصلی خود یهود هست و اینو داشتید توضیح میدادید، ناگهان رفتید به یه قسمت دیگه. بله من یه قسمت رو عرض کنم آقای دکتر، ببخشید آقای دکتر، من یه قسمت رو عرض کنم. دوستان این مطلبی که اکثر اینها میگن که ماها سکولار هستیم، حالا یه ویدیوی براتون نشون میدیم از خود منوچهر ساچمچی یه مقدار جلوتر که اعلام میکنه که بله اعلام میکنه که من سکولار هستم ولی ایمان دارم به تورات، اینها دروغ میگن، همشون دروغ میگن. تمام این رسانه های فارسی زبان و رسانه هایی که در اسرائیل و در آمریکا و که یهودی هستن دروغ دارن میگن سکولار هستیم. چرا دروغ میگن؟ شما اگر نگاه کنید اینها به احترام دین یهود روز شنبه اصلا برنامه اجرا نمیکنن، کار انجام نمیدن. یارو راننده تاکسی، همین موشه راننده تاکسی از این ویلچری ها هم هستش، اینو میگم ویلچری، عمدن میگم ویلچری ها بهشون بند نخوره، این دلیل داره ویلچری شده. آثار حضور در تهران در حوزه علمیه هست و نتیجه شده ویلچری شدن و به همین دلیل که از حوزه علمیه فرار کرده رفته پناهنده شده در اسرائیل با خانوادش. اما اینها سکولار نیستن، دروغ میگن. اگر سکولار باشن قوانین یک دنیای مدرنیزه و سکولاریزه شده رو اجرا میکنن، نه اینکه کماکان در روزهای شنبه همون قوانینی که در تورات اومده در دین یهود هست و باید اجرا بشه رو اجرا بکنن. یه صحبتی رو آقای دکتر مهراد گفتن یه چند بار، خیلی جالب بود،
اینهایی که خب دارن این کارو میکنن با کسانی که در ایران و به اسم اسلام دارن اونجوری رفتار میکنن چه فرقی دارن؟ اینها روزهای شنبه برنامه اجرا نمیکنن، دقیقا مثل این هستش که خب توی ایران هم از پنجشنبه بعد از ظهر شروع میکنن دعای توسل، دعای نمیدونم کمل، دعای نمیدونم ذکرهای مختلف، روز جمعه نماز جمعه. خب اینم با اون فرقی نداره اصلا. پس با چی دارید میجنگی؟ بفهمید. و اینم کدوان کمال پور گرامی، اینم از هم گرفته شده. اصلا خیلی جالبه اینها روز آدینه یا جمعه شب تفسیر تورات دارن توی شبکه های صهیونیستای فارسی زبان. مثل این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل که شما بیاید در رستاخیز سیمو پنجشنبه شب تفسیر قرآن بذارید یا دعای کمیل بذارید، چه بلایی پوستتون رو میکنن. خب چرا به اینا چیزی نمیگن؟ آقا قرآن که فرزند تورات که بابا. آقای دکتر این چرا اینا همه آقای دکتر این قرآن مم. تفسیر بذارین پوستمون رو میکنن چیه؟ این بچه کلاقی که قارقار میکنه دزده رفته چقدر گشته میگه من مهران کمالپور، همش میگفته یا علی، دنبال پوستش میگرده بکنه دوباره بخوره. وای بالی که تفسیر قرآن بذاریم تو رساخیز سیمور. برام همین رو میگن، میگن اگه شما این کار بذارید بکنید که پوست از سر کله شما و من و دیگران میکنن. میخوام اینو بگم. بعد چطوری اینا روزای جمعه شب تفسیر تورات دارن؟ آقا من امروز از تورات براتون میخونم، امروز از تورات براتون میخونم. من کاری نکنم اینا بیام صفحه به صفحه تلمود رو بخونم جلو دوربین که میگه پسترین یهودیان از بهترین گویم ها یا جنتیل ها بهترن. گوی میشه غیر یهودی، گویم یعنی جمع، میشه غیر یهودیان، جنتیل یا جنتیل ها. شهادت یک غیر یهودی یا یک جنتیل یا گوی یا گویم در دادگاه علیه یک یهودی معتبر نیست. گفتم دیگه، میگه نطفه یک غیر یهودی مانند نطفه الاغ و اسب است. اینا رو میخواییم بیان بخونم؟ میخواییم رسواتون کنم؟ به ایران سوگند، تک به تک این برگاه رو میارم جلو دوربین رو میکنم تا ذات شما رو نشون بدم. ببینید دوستان، مطالبی که آقای دکتر میگن تماما در پنج کتاب تورات که نخستینش تنخ هست، از بخش پیدایش تا تثنیه، شما میتونید برید این پنج کتاب رو بخونید و ببینید مو به مو تمام مواردی که ما داریم اعلام میکنیم در بخش پیدایش، خروج و در نهایت تثنیه، همه اینها ذکر شده. چیزی رو نه آقای دکتر مهراد، نه آقای قاسمی، نه من از خودمون بیان نمیکنیم. یک مقدار تلاش کنید برید مطالعه کنید، به تمام این صحبت ها میرسید. مضاف بر این که فکر میکنم آقای دکتر مهراد بخش های از این کتاب الان به شما دوستان نشون خواهند داد. من از شما یه خواهش دارم، برای که پاسخ این دروغگویان کمی داده بشه از اینجا آغاز بکنیم. اون ویدیو شماره یک رو که ویدیو گفتگوی سیاوش اوستا با آری بن منشت، نویسنده کتاب پول خون، این رو برید بخونید. همیهنان من، جریان روی کار آوردن خمینی از توی موساد رو متوجه بشید دیگه. اینو منو کدوان کمالپور و کدوان قاسمی که نمیگیم، که اینو یک خود یهودی صهیونیست از مقامات بلندپایه امنیتی مشاور اطلاعاتی اتاق شامیر داره نوشته. آدم کمی نیست و در زمان این مصاحبه داره انجام میشه با سیاوش اوستا که از ترس جونش که موساد میخواست ترورش کنه رفته یه جای قایم شده، پنهان شده. اون دقیقا اشاره میکنه دیگه. من از شما خواهش میکنم اگه امکان داره اون ویدیو رو برای من آماده است، من الان پخش میکنم. دوستان این ویدیو 28-9 دقیقه است، کامل نگاه کنید، به خیلی از مطالب پی میبرید. ما میریم و برمیگردیم. من قبل از اینکه بری یه توضیح بدم راجبه این دوستان، این آقای سیاوش اوستایی که الان توی مصاحبهشون میشنوید، ایشون حسن عباسی معاون گروه فرقان از عوامل خود جمهوری اسلامی و از عوامل خود مافیای یهودی یا اسرائیلی مال اون زمان که دست داشت در انقلاب 57 و الان هم همراه با اون
چیکی شادانلو، نمیدونم کیه، یکی دیگه از جانوران جمهوری اسلامی در پاریس، اینها توی اون مسیرن. یعنی یادتون باشه حسن عباسی یا همون سیاوش اوستا، این یه آدم به قول معروف معمولی نیست و این مصاحبه‌ای که انجام میشه، این مصاحبه‌ای که این شخص انجام داده با یه سری از این مورای کلیدی مافیا، اینا هدفمند بوده و طبق برنامه بوده. اینم خواستم یه توضیح بدم به دوستان. ضمن اینکه قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، دوستان لطفاً توی فیسبوک یک بار دیگه برنامه رو پخش کنید، شیر کنید، مخصوصا توی یوتیوب برید لینک رو بردارید و توی واتساپ و تلگرام برای دوستاتون بفرستید. با لایک کردن برنامه و کامنت هم برنامه رو حمایت کنید. بریم این مصاحبه رو بشنوید ببینیم چه خبر. شنوندگان عزیز رادیو آزادی ایران، اگر به خاطر داشته باشید دو سه سال پیش ما در نشریه شهر فرنگمون از کتابی با شما سخن گفتیم به نام پروفی آف وارز که توسط آقای آری بن مناشه مشاور اطلاعاتی آقای سافشامی نخست وزیر اسرائیل نوشته شده بود. اون موقع همیز کتاب ایشون به فارسی ترجمه نشده بود، ولی الان یکی دو سالی هست و سال 1993 که این کتاب توسط دوست عزیزمون آقای دکتر مسعود انصاری در واشنگتن ترجمه شده و با عنوان کتاب پول خون دیگه حالا همه ایرانی ها باهاش آشنا هستن. برای ما درباره این کتاب و آقای آری بن مناشه در رادیو و ایران و در نشریات دیگرمون هما و شهر فرنگ با شما صحبت کردیم. امروز خود نویسندگی این کتاب جنجالی آقای آری بن مناشه با ما هستند که ما یک گفتگویی ترتیب دادیم برای شما شنوندگان عزیز. آقای آری بن مناشه درود بر شما. متشکرم. شما خوبین؟ پیش از هر چیز اون دوستانی که هنوز کتاب شما نخوندن، من به اطلاعشون میرسم که آقای آری بن مناشه خیلی خوب فارسی رو صحبت میکنن و چند زبانه چند زبان دیگه ای باید که بلدین. منم خودم 5 تا زبان صحبت میکنم آقای آری بن مناشه. این خیلی خوبه که ما زبانهای زیادی بلد باشیم، خیلی خوبه. آقا این کتاب شما رو من میتونم بگم که واقعا برای ما ایرانی ها و کلان برای شاید تمام اونایی که خاورمیانه و شرق و مسئله اطلاعاتی براشون مهم هست، واقعا میتونیم جنجالی ترین کتاب دوران اسمشو بذاریم. پیش از هر چیز من میخواد برای ما بگید که چطور شد که شما با اینکه در کتاب که شما این توضیح رو دادین، ولی دلم میخواد دیگر بار با صدای خودتون برای شنوندگان رادیو آزادی ایران بگیم که چرا این کتاب رو نوشتید. چون معمولا میبینید که نیروهای اطلاعاتی مثلا انگلستان میگن هر 30 سال به 30 سال اخبار و اطلاعاتشون رو در دسترس محققین و پژوهشگران قرار میدن، و یا مثلا امریکا هم یه تایمی داره، مطمئنا اسرائیل هم یه تایمی داره. ولی شما خودتون چطور شد که به فکر این افتادین که این اخبار اطلاعات و مسائل بسیار مهم رو با مردم جهان مطرح کنین؟ سال 1989 در امریکا I was arrested، یعنی امریکایی ها با قضیه ایران گیت من ها دستگیر کردن و زندانی شدیم و زندانی بودم. چه مدت زندانی بودیم در امریکا؟ یه سال زندانی بودم، ولی چیز در دادگاه I got quoted، یعنی بعد از یه سال تونستیم آزاد بشیم و حتی قضیه
همه قضیه ایران گیت و همه